با درودهای فراوان و بهترین آرزوها برای روزهای بهتر برای شما بینندگان این برنامه. 11 برنامه ورزش رو تقدیمتون میکنیم. به این 11 برنامه خوش اومدید. ورزش شما رو سالم و جوان نگه میداره. این تحقیق یک مرکز پژوهشی مربوط به سازمان بهداشت جهانیه که میگه ورزش ضد پیریست و به بهبود زندگی کمک میکنه. تنفس بهتر، تقویت قلب، انعطاف پذیری عروق، همه اینها از خواص این ورزشه. سازمان بهداشت جهانی دست کم 30 دقیقه پیاده روی رو توصیه میکنه برای هر کس. به هر حال 4 ورزش است که برای این واقعا تمرکز فیزیکی و این جوان کردن، یعنی جوان ماندن انسان ها کمک میکنه. شناس، دوچرخ سواری، دویدن و تمرینات تناسب اندام. شاهد این ورزش ضد پیری حضور یک دونده 85 ساله در 2 ماراتن نیویورک بود که نظرها رو به خودش جلب کرد. در ماراتن نیویورک هر سال در نخستین یک شنبه ماه نوامبر برپا میشه و امسال 50,000 نفر شرکت کردند که بیش از 20,000 نفر اونها توانستن به خط پایان برسن. لیسا دونده اتیوپیایی برنده قسمت مردان شد و یک خانم به اسم مری کیتانی 36 ساله برنده سال پیش باز هم برنده شد و رکورد ماراتن زنان رو شکست برای 4th time. البته به هر نفر از اینا دستخوشی که داده شد $100,000. شما نگاه بکنید این $100,000 در اون کنیا، در اون وضعیت فقیری که این ورزشکارا میرن تمرین بکنن، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. شاید مثلا زندگی یک شهر یا زندگی یک روستا رو واقعا تأمین بکنه. مری کیتانی، همین خانمی که برنده 2 ماراتن شد و 36 سالشه، در پاسخ به روزنامه نگاری که از او راز پیروزیاش رو پرسید گفت هیچ رازی وجود نداره. هر روز من ساعت 5 یا 5:30 بامداد از خواب بلند میشم. نخستین تمرین ها رو میکنم. 3 بار در هفته تمرین های سخت روی مسیرهای 1000 متر، 10 بار در روز، هر 3 هفته دوهای 35 یا 38 کیلومتر و رژیم غذایی ویژه‌ای هم ندارم. سبزیجات، مرغ، ماهی و برخی از گوشتا و آب و چای کنیایی. به هر حال این نشون میده که ورزش چقدر میتونه دنیا رو بهتر بکنه برای جوامع یه مقدار فقیرتر. اما برمیگردیم از اونجا به فوتبال. باشگاه پاریس سن ژرمن در پایتخت فرانسه که از سال 2011 توسط سرمایه گذاری صندوق پولی قطر خریداری شده، الان امسال هم ممکنه حتما قهرمان میشه. 6 بار قبلا قهرمان شده و در لیگ قهرمانان هم همچنان شانس داره برای رسیدن به 1/8، چون تیم‌های لیورپول، ناپل و ستاره سرخ بلگراد هستن که احتمالاً در این گروه در 2 هفته باقی مونده هر 4 تا میتونن شانس رفتن به مرحله بعدی رو داشته باشن. پاریس سن ژرمن با بودجه 500 میلیون یورویی بودجه سالانه از سوی خزانه امیر قطر اداره میشه. 1.8 میلیارد یورو برای 6 سال تزریق شده و به هر حال به تازگی حملات نمیدونم آگاهانه یا ناآگاهانه ای از طرف رسانه‌های بسیار اروپایی بر علیه این باشگاه واقعا سرازیر شده. از جمله گفتن که در نقل و انتقالات امباپه با رئیس باشگاه موناکو، قبلا امباپه در اونجا حضور داشت، در واقع رد و بدل پول شده. پولایی که معلوم نبود چجوری شده، یه 50,000 یه 90,000. به هر حال این بازیکن رو باشگاه پاریس سن ژرمن با 182 میلیون اورو خرید و الان بهترین بازیکن، یکی از شانس‌های بردن توپ طلا امساله. به هر حال نیمار گفتن هر ماه 375,000 یورو میگیره و
یه مسئله دیگه هم که الان عنوان کردم و بعد هم وزیر ورزش فرانسه وارد این ماجرا شد، این که گفتن این باشگاه یک برای پرسشنامه‌ای داره برای کسانی که جوانایی که میخواد خریداری بکنه، از اونها مسئله رنگ پوستشون رو میبینن، تبارشون رو میبینن، ولی به هر حال به نظر یک مفسر فوتبال فرانسه یک کسانی که این مسئله رو عنوان کردن معلومه که چیزی از فوتبال نمیدونن و بیشتر دنبال جنجال بودن، چون در همین حال که اینا این مسئله رو عنوان کردن که در اینجا به رنگ پوست و نژاد و اینا اهمیت داده میشه، میبینیم که در این تیم کیمپیمبه، داگبا، انسوکی، برنارد، دیابی، وعا همه بازیکنان سیاه‌پوست بودن، همچنان الان دارن بازی میکنن یا قبلا در این باشگاه عضویت داشتن. به هر حال چیزهایی که همه متمرکز کردن روی باشگاه پاریس سن ژرمن به نظر من در باشگاه های دیگه اروپایی هم هست و من البته نمیخوام بگم که در این باشگاه پاریس سن ژرمن هیچ خلافی اتفاق نیفتاده، ولی اون چی که هست الان رئیس میلیونر باشگاه موناکو در رابطه با همین اتهام ها در بازداشت به سر میبره و به هر حال آقای ناصر خلیفه رئیس قطری پی‌اس‌جی گفته که ادعاهای فوتبال لیکس در مورد انتقال پرسر و صدای امباپه نابغه فوتبال فرانسه مزخرفه. امباپه با مبلغ 180 میلیون یورو از موناکو خریداری شده و خود امباپه خواستار شده در صورت بردن توپ طلای فیفا و فرانس فوتبال باید بالاترین حقوق در پاریس سن ژرمن به او پرداخت بشه. دستمزدی بالاتر از 30 میلیون یورو در سال که به نیمار داده میشه و او گفته باید پول بیشتری به من بده. به هر حال پی‌اس‌جی قبول نکرده این مسئله، ولی گفته در صورت بردن توپ طلا یک پاداش 500 هزار یورویی به بازیکن 19 ساله بده. البته کیلیان امباپه هم گفته که من در تمام مدت تمام مالیات هامو پرداخت کردم و هیچ مشکلی ندارم. یه خبرم از پرسپولیس و کاشیما آنترس که همون روزی که این برنامه ما پخش میشه مسابقه این دوتا هم انجام شده یا در حال انجامه که قهرمان لیگ امسال آسیا رو معرفی بکنن. سایت AFC پیش از رویاروی امروز در ورزشگاه آزادی خبر داد که این بازی رکورد 4 ساله فروش بلیت رو که پیشتر در اختیار الهلال عربستان در سال 2014 بود رو شکست. در اون فینال لیگ قهرمانان در ورزشگاه ملک فهد 63763 نفر برای تماشای فوتبال الهلال و وسترن سیدنی اومده بودند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده که تعداد بلیت‌های مسابقه امروز پرسپولیس کاشیما آنترس 78116 نفر بوده و این بیشترین حضور تماشاگران در تاریخ فینال‌های لیگ قهرمانان و یک رکورد. و خبری هم از ورزش زنان که ما همیشه میگیم ورزش بدون زنان زیبا نیست. بعد از فرار 2 شطرنج باز بزرگ ایران، دورسا درخشانی، مهسا درخشانی که به دلیل حضور بدون حجاب و بازی یک بازیکن اسرائیلی در رقابت‌های جهانی از تیم جمهوری اسلامی اخراج شده بودند و حالا در تیم‌های آمریکا و انگلیس بازی می‌کنند، حالا یک استعداد درخشان شطرنج دیگه زنها پیدا شده. مبینا علی نسب در مسابقات شطرنج قهرمانی جهان 2018 که در شهر خانتی‌مانسیسک در روسیه جریان داره با پیروزی برابر مونیکا سوکو استاد بزرگ لهستان و بعد هم یک بازیکن شطرنجباز آلمانی به دور سوم رسیده و احتمال میده که به دور پایانی برسه. 64 شطرنجباز در کشورهای جهان در این رقابت‌های تک حذفی حضور دارند. براو زنای ایران که در هر جا میتونن استعدادهای خودشون رو نشون بدن، حتی در این شرایطی که این 40 ساله جمهوری اسلامی برای اونها به وجود آورده. به هر حال در همین جا برنامه ما به پایان میرسه. بار دیگر
ازتون خواهش میکنم که نظراتتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت تلویزیون ایران فردا برای ما بنویسید. تا برنامه بعدی با ما باشید.